سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه یه دونه گیره میزی درست کنیم. من دو تا قطعه چوبی رو که عرض هر کدومش 3.5 سانتی متر و طولش 20 سانتی متر هست رو انتخاب کردم. دو تا قطعه 1.5 سانتی متری هم وسطش قرار میدم و چسب میزنم، با گیره سفتش میکنم و اجازه میدم که خشک بشه. یه دونه پیچ متری داشتم من که قبلا گرفته بودم، از روی اون 24 سانتی متر علامت میزنم و با عمود بر میخوام بنزه 24 سانتی متر جدا کنم. فقط حواستون باشه که حتما تیغ عمود بارتون مخصوص فلز باشه، HSS باشه. اگر HCS باشه برای چوب هست و اصلا نباید برای برش فلزات ازش استفاده کنید. یک قطعه چوب 5 سانتی متر در 8.5 سانتی متر رو انتخاب کردم، وسطش رو با دریل سوراخ کردم و میخوام با مغار جای مهره‌ای که قراره به پیچم ببندم رو در بیارم. پس اول مهره رو میذارم روی قطعه و با خودکار دورش رو علامت میزنم و با مغار جای مهره رو در میارم. همینطور که داری ویدیو رو نگاه میکنی ازت میخوام که لطفاً کانالم رو سابسکرایب کنی، اگر ویدیو رو دوست داری لایک کنی و ازم حمایت کنی. ممنونم ازت. دو تا قطعه 5 سانتی متر در 8.5 سانتی متر دیگه من برش زدم و اول میخوام همه رو سنباده بزنم، بعد شروع کنیم به وصل کردن گیر میزیمون. یکی دیگه از اون قطعه های 5 سانتی متر در 8.5 سانتی متری رو برمی‌دارم، وسطش رو پیدا می‌کنم. این بار با مته درل کامل سوراخش نمی‌کنم و به اندازه نصف قطرش رو خالی می‌کنم، چون می‌خوام این قسمتش رو به عنوان هرزگرد پیچمون استفاده کنم که در ادامه ویدیو می‌بینید چیکار می‌کنم. یک سمت اون پیچ متری که با هم دیگه برش زدیم رو چسب آهن میزنم و اجازه میدم که خشک بشه و یه ذره بالاتر از چسب آهن رو بعد از اینکه خشک شد با یک سوهان کامل صاف میکنم تا اون قسمت رده خود پیچ نباشه، و چون میخوام داخل چوب قرارش بدم و به عنوان هرزگرد ازش استفاده کنم، باعث میشه که به جای گیر نکنه و خیلی صاف و صیقلی توی جاش راحت بچرخه. من یه واشر دروش رو از وسط نصف کردم و با دریل روش سوراخ ایجاد کردم تا بتونم روی چوب پیچش کنم. از دو طرف اون پیچی که با هم دیگه برش زدیم واشرا رو قرار میدم و چون سر پیچ رو با هم دیگه چسب آهن زدیم باعث میشه که ضخامت بیشتری داشته باشه و نتونه زمانی که واشر رو میزنیم دیگه نتونه از داخل چوب بیرون بیاد، و چون لبه هاش رو هم
لبه های پیچ رو سوهان زده بودیم باعث میشه که خیلی راحت هرزگرد بشه و اون واشری که میزنیم اجازه نمیده دیگه پیچ از داخل چوب خارج بشه. دیگه الان همه کارا رو کردیم و فقط باید روی همدیگه سوارشون کنیم و کارمون تمومه. میایم یکی از اون قطعه‌های 5x8.5 سانتی‌متری رو اول کار چسب میزنیم، همونی که داخلش مهره قرار دادیم، و اون قطعه ای هم که به عنوان هرز گرده وسط به جای نباد چسب بخوره، یکی از قطعه‌های دیگه‌مون هم آخر کار چسب میزنیم و همه رو از زیر کار هم پیچ میکنیم که کاملا محکم بشه و استقامت گیرمون بره بالاتر. من توی کانال مارچوبه ویدیوهای مختلف از محصولای چوبی میذارم و گهگاهی هم مثل این ویدیو ابزارهایی که توی نجاری به کارمون میاد رو تا جایی که میشه خودمون درست میکنیم که هزینه اضافه‌ای نکنیم. پس اگر شما به این جور محتوا علاقه دارید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزن، این به حمایت من و دیده شدن کانالم خیلی کمک میکنه. ممنونم ازت که حمایتم میکنی و بهم انرژی میدی تا بتونم فعالیت این کانال رو بیشتر کنم و انرژی بیشتری برای ساخت ویدیوهای بهتر بذارم. ممنونم ازت. من یه قطعه کوچیک دیگه هم برش زدم که سایزش 2.5 سانتی‌متر در 7 سانتی‌متر و داخلش مثل اون قطعه دیگه‌مون مهره قرار دادم و قرار به عنوان دستگیرمون ازش استفاده کنیم. پس داخل انتهای پیچمون قرارش میدیم و چسب میزنیم که فیکس باشه و نچرخه، چون قرار به عنوان دستگیرمون بشه. در نهایت هم برای خوشگل شدن کارمون اونو رنگ میزنیم. رنگی که انتخاب کردم عنابیه و برندی هم که استفاده کردم برند همله که یه برند ترکی است و رنگای خوبی داره. این رنگی هم که استفاده کردم رنگ گیاهی است. ممنونم ازت که تا اینجا ویدیو با هم همراه بودی. تست گیرمیزیمون رو هم آخر ویدیو گذاشتم، میتونید ببینید. گیرمیزی خیلی محکم و خوبی شده، چون پیچی که توش استفاده کردیم پیچ ضخیمیه و تقریبا هر چیز چوبی که بخوایم و میتونیم توش فیکس کنیم و راحت روش کار انجام بدیم. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی خوشحال میشم اگر نظرتون رو تو قسمت کامنت ها با هم در میون بذارید. ممنونم ازتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.